سلام بر بیننده های آماج. احمد ولی کرزی، برادر کوچک رئیس جمهور کرزی، امروز در یک سوی قصد در خانه اش کشته شد. مسئولیت این امر را طالبان به عهده گرفتند. در نخست رامش آرمان جزئیات می‌دهد. احمد ولی کرزی، برادر کوچک رئیس جمهور کرزی و بانفوذترین فرد در قندهار، توسط محافظش کشته شد. طالبان با به عهده گرفتن مسئولیت این قتل اعلام کردند که کشتن احمد ولی کرزی یکی از مهمترین دستاوردهایشان طی 10 سال گذشته است. احمد ولی، برادر کوچک حامد کرزی، یکی از چهره های بحث برانگیز در درون و بیرون از افغانستان بود. او رئیس شورای ولایتی ولایت قندهار و صاحب یک کمپانی خصوصی امنیتی بود. هرچند او بارها متهم به قاچاق مواد مخدر از سوی روزنامه‌های آمریکایی شده بود، اما او همکاری نزدیک با آمریکایان در افغانستان داشت و همچنان چندین بار نقش میانجی را در برقراری آتش‌بس با طالبان ایفا نمود. پیش از این حادثه که منجر به کشته شدنش شد، او در گذشته چندین بار مورد سوی قصد قرار گرفته بود که هر بار از آنها جان سالم به در برد و طالبان را متهم به انجام آن سوی قصد ها کرد. اما این بار احمد ولی کرزی توسط شخصی که او را 8 سال همراهی و در برابر سوی قصد ها او را محافظت کرد به قتل رسید. هرچند طالبان میگویند که قاتل از افراد آنها بود، اما هنوز علت اصلی این حادثه مشخص نشده است. اینکه اگر این فرد طالب بوده، پس چرا طی این 8 سال اقدام به قتل احمد ولی نکرده است؟ رئیس جمهور کرزی با ابراز تأسف از مرگ برادرش چنین گفت: امروز صبح برادر خوردم احمد ولی کرزی در خانهش شهید شد. اینا الله و اینا الیه راجعون. و همی زندگی مردم افغانستان است و خانه های مردم افغانستان، هر کدام ما از این رنج بردیم و امیدواریم ایست که انشاءالله و تعالی رنج مردم افغانستان از بین بره و در وطن ما صلح و امنیت حاکم شه، تا هیچ خانواده افغان با این دردهایی که همه ما داریم دیگه دچار نشان. احمد ولی کرزی قبلا در یک گفتگو با تلویزیون 1 از کشته شدن بزرگان قومی در قندهار ابراز نگرانی کرده بود. برای مشکلی که داریم، او مشکلی است که کنترلش هم بسیار مشکل است. او هم بعضی عملیات خودکش است و بعضی ترور میشه. بعضی مردم کارگرای حکومت و بعضی مردم ترور میشن که او یک مشکل کلان است برای ما. بر اساس آمارهای مقامات قندهار، تا کنون 275 بزرگ قوم و مقامهای دولتی قندهار از سوی گروه طالبان کشته شدند. به شمول خان محمد مجاهد قمندان امنی قندهار، محمد اکرم خاکریزوال، معلم اکبر و احمد الله. حالا دولت اگر متعقن شود که احمد ولی کرزی توسط گروه طالبان کشته شده است، لحن بعدی رئیس جمهور کرزی در برابر طالبان چی خواهد بود؟ رام شارمان، تلویزیون 1. بیننده آماج به گونه زنده از تلویزیون 1 هستید و ویژه برنامه آماج را میبینید. مهمانان من در این برنامه دکتر طوفان وزیری، آگاه امور سیاسی و آگاه در مسائل قندهار، محمد یونس فکور، آگاه امور سیاسی و همچنان مسائل قندهار را مشخصا پیگیری میکنند. به بحث ما خوش آمدین. شکر. آقای طوفان، شما که از نزدیک هم با آقای احمد ولی شناخت داشتین و دید و بازدید داشتین با اونا، تصورتون چی بود؟ چه نقش داشتن در قندهار؟ در سلامون پا وړاندې کول سره، لومړی خپل د خواشنۍ مراتب ښاغلي حمید کرزی ته او د دوی کورنۍ ته وړاندې کوم، او د قندهار د ولایتي شورا پخوانی رئیس احمد یو خان کرزی ته د الله تعالی دربار څخه د فردوس جنت غواړم، او د ملګرو ته، د دې کورنۍ ته، او د کندهار خلکو ته د صبر او حوصلې غوښتونکی یم. په دې کې شک نسته چې د هیواد دښمنانو، بالخصوص کندهار د افغانستان د ټولو هغو ولایتو څخه چې په افغانستان پورې تړاو لري، د هغوی قومي جوړښت، د هغوی تاریخ، او په افغانستان کې د دوی سیاسي نقش د نورو ولایتو څخه توپیر لري، او دوی په سیاست کې
تر نورو ولایتونو او قومونو دلته په کابل او افغانستان کې د دوی لاس وژدي او ډیر دخیل دي. د دې ترڅنګ احمد ولی خان هم څنګه چې د شاغلی حمید کرزي ورورو په کندهار کې د ولایتي شورا رئیس و هغوی په قومونو کې په سیاسي جریاناتو کې خپل خاص رول درلودی او ممکن د دشتون د دې عامل هم سوی چې په کندهار کې ځینې ناکراری او 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 د قومونو تر منځ اختلافات هم رامنځته سوی. یعنی شما فکر میکنین که حضورشان باعث اختلافات قومی شده بود و یا حضورشان باعث ایجاد صلح در کندهار؟ شه دوار خونه دی د دشتون او د کندهار ولایت والی دا په طبیعي ډول سره چې د یو رئیس جمهور ورور او هغه په قومي او سیاسي مسایل کې دخیل دي په طبیعي ډول سره دا واک دوه ځای تقسیمیږي او کنټرول سي نه راځي. ممکن هلته د دغو واک د تقسیم څخه ځینې ستونزې رامنځته سوې وي، مګر ډېر داسې عوامل هم وو چې د په موجودیت کې هلته په کندهار او سیمه کې یو نسبي کنټرول هم رامنځته و. په عامه ذهنیتونو باندې عامه روحیت کوي و او کولی شي بیشتر نقشش به ایجاد امنیت بود و یا به مشکلاتی که شما زیاد کردید. شه دا به اوخت شه ثابته سی چې وروسته د له مرګ څخه اونۍ دوی اونۍ تیریږي چې د کندهار حالات څنګه پیښیږي، خو ممکن چې د ده موجودیت هلته د دې سبب سوی چې کندهار کې تر ډیره حده پورې امنیت رامنځته سي او دی د یو قوي قوت په صفت چې د مرکز سره ښه نږدې سیاسي اړیکې ولري او خپل شخصي روابط ولري د کندهار غوښتون ته ژر جواب ووایي. مګر بیا هم دا د واک تقسیم هم د دې سبب سوی چې په کندهار کې ډېرې ستونزې زېږولې. سپاس. آقای فکور، دشمنان افغانستان زمانی که در خانه های مقامات داخل شده میتونن و مقامات از بین برده میتونن، مردم در کجا در امن باشند؟ و آیا این حادثه یک حادثه طبیعی است و یا پلان شده؟ ما اول در ظاهر میبینم که دشمنای مردم افغانستان داخل خانه مرحوم و شهید احمد ولی کرزی نشدن، بلکه دوست خودش بود، بادیگارد خودش بود، ولی قومی خودش بود. طالبان مسئولیت این عمله را بود؟ نه، در ظاهر خود، در شکل ای خو او گپ که طالبان میگه ما این کار انجام دادیم، او گپ جداگانه است. یعنی دوستی دیرین خودش بود، یعنی شما بادیگارد خودش شخصی وجود داشت؟ نه، حالا میایم ما از این لحظه یک از این فرصت استفاده میکنم به جمع از رهبرای جمهوری اسلامی افغانستان و رهبرای سیاسی منطقه و دنیا می پیوندم، این قتل ناجوانمردانه را تقبیه می کنم، این قتل بزدلانه بود، قندهار محروم از یک قومی جوان که در کرسی بزرگ قومی ششته بود ساختن و متاسفانم این هم در جبهه جنگ نبود بلکه در خانهش باعث مهمان، باعث کسی که او اعتماد کرد و غیر مسلح کتش در او با اتاق دیگهش کتش رفت و ناجوان مردانه. این قتل ما میایم با این پرسشتان، این قتل نه با یک وجدان قنداری میمانه، نه با یک وجدان اسلامی میمانه و نه با یک وجدان افغان میمانه که در خانهش باعث مهمان بودی و یک آدم غیر مسلح سر تدمات کنه با اتاق دیگه و او را بکشی با فجیع ترین شیوه هر کسی که کرده. حالا میایم با چی؟ ای که طالبان مسئولیت شه. ما هم یه گپ همون نطاق شه، نمیفهم چی نام داره، در تلفن شنیدم او گفت که 6 ماه میشه ما سر یه آدم کار میکردیم و بالاخره با یک نتیجه رسیدیم که یه عمل انجام بده، ما چک میکنیم ببینیم که یه با اساس همو عمل بود. اول با ما این دقیق معلوم نیست که همی کسی که صحبت میکنه به نام طالب صحبت میکنه و یا این استخبارات پاکستانی و منطقه است. بنان و این مسئولیت به دوش گرفتن، ولی ما به این باور دارم طوری که نطاق وزارت داخله اظهار کردن که یک هیئت بسیار قوی فنی روان کردن که تا تحقیق صورت بگیره که چه قسم چرا
ای آدم پول گرفته بود، ای آدم باطا، در صورتی که ظاهر طور معلوم میشه. اهمیت گپ هم اینجاست، دوستهایی که شما یاد میکنین 8 ساله دوستها در 6 ماه تغییر میکنن، چه اعتماد وجود داره که چندین ساله دوستا هم تغییر بکنن در فراتر از 6 ماه یک سال؟ من میگم در این جنگ که یک جنگ پلیت و چتل که نه اسلام میشناسن، نه حقوق بشر، نه انسانیت، هر کس را میکشه و به خاطر هر چیز نامش اسلام و افغانیت میگیره، در صورتی که سر قدرت سیاسی است، دلار است و یا سر منافع استخبارات منطقه است. ولی چند پیش هم زمانی که بالای آقای کرزی عملات صورت گرفته بود، اونا طالبا را مسئول دانست. ما دستی به این خاطرم گفتم که تا می کانه نشه که گفت گوشت چارپای برد و به جای از این که من گوش خود کنترل کنم باز بدوم که گوش خود از دان سک خلاص کنم، نه. این که طالبا در اینطور مسائل سخت اختلافات درون اداره قندار وجود داشت، با وجودی که یک جهت احمد ولی خان سبب ازی بود که جلو تفنگ سالارا و پاتک در قندار بگیره، رقابتای قومی را جلوش بگیره باعث یک وزمه، یک جهت احمد ولی خان سبب ازی هم بود که رقیبای سیاسیش در گرفتن قدرت اداره قندار در رقابت با هم بودن و نامای یکی دیگه. حالا از نظر شما بیشترین عامل کدام است؟ ما فکر میکنم رقبای داخلی و یا هم من اجالتاً منتظر میشم به تحقیقات و تحلیلایی را که امروز و فردا صورت خواهد گرفت. من حقیقتاً در این جنگ پلیت دستی نمیتانم ایره تین کنم که ای آیا طالباس و یا ای که دشمنی شخصی ای قومیش بوده و یا ای که رقابتای درون اداره قندار بوده. سپاس. بیننده عزیز، وقفه کوتاهی داریم، دوباره آماج را دنبال کنید.